بنده در مشهد طلبه‌ای بودم که هم تو حوزه درس می‌گفتم هم جلسه برای دانشجوها داشتم مسجد پر می‌شد از دانشجو تفسیر براشون می‌گفت آمده بودیم با یک دوستی خدا رحمتش کنه می‌خواستیم بیایم تهران توی ایستگاه راه هم قدم می‌زدیم تا وقت حرکت قطار بشه جوونایی که توی اونا مثل ما داشتن راه می‌رفتن برای اینکه وقت قطار بشه همینطور گله به گله ما رو بنده رو مسخره می‌کردن اون رفیقمون دانشگاهی بود اون رفیقی که با من همراه بود او خجالت می‌کشید حالا اون کسی که بنده رو مسخره می‌کرد هیچ نه دشمنی با هم داشتیم نه سابقه‌ای با هم داشتیم نه بنده به او بدی کرده بودم نه او احتمالاً سواد درستی داشت اما در این حال این کارش بود دیگه این روحانیت یعنی یه طلبه جوانی که حالا مشغولم هست و درسم میخونه و درسم میده و فلان بی دلیل و بی جهت باید مورد تمسخر قرار میگیره اینجوری بود فضا اینجوری بود مشهد حالا مشهد قبة الاسلام بود و اینجوری بود تهران خیلی بدتر تهران هم برای ما پیش می آمد برای خیلی ها پیش می آمد امروز اینجوری نیست امروز نه اینکه طلبه و روحانی و امام به سر دشمن و مخالف و مسخره کن نداشته باشه چرا امروز هم هستن و همیشه هم خواهند بود پیغمبران را هم مسخره می‌کردن لکن امروز جریان اسلامی است این یه خصوصیه این به نفع شماست یکی از خصوصیات ممتاز دیگر امروز آماده بودن وسایل رسوندن پیامه همین فضای مجازی که این برادرمون به تفصیل و خیلی خوب بیان کردن تعبیر خوبیه ایشون کرد به ذهن بنده هم اتفاقا همین تعبیر قبلا رسیده بود اسمش فضای مجازی است در حالی که واقعا فضای حقیقی است یعنی تو زندگی بسیاری از مردم حضور داره این فضا خب همین فضای مجازی ابزاره که ابزار بسیار کارآمد برای اینکه شما بتوانید پیامتون رو به اقصا نقاط دنیا برسونید به گوش همه برسونید اینه دیگه این نبود دیروز نبود امروز هست یکی از امتیازات اینه